رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. وقت بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و توی یکی از مهمترین مسائل زندگی میشانس دارم که باهاتون مشورت کنم و ازتون راهنمایی بگیرم آقای دکتر. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای دکتر، من 36 سالمه، همسرم 41 سالشه و یک فرزند پسر 9 ساله داریم. ما 18 سال پیش با هم آشنا شدیم، 13 سال پیش نامزد کردیم و 11 ساله که ازدواج کردیم. ایشون فرزند اول از 3 فرزند و من هم فرزند اول از 3 فرزند هستم. ایشون یک خواهر و یک برادر، منم یک خواهر و یک برادر دارم. همسرم تقریبا 5 سال و نیمه که مهاجرت کرد به تنهایی، یعنی به خاطر یک سری مسائل و مشکلات ایشون اومدن به یک کشور اروپایی و من و پسرم 3 ساله که به ایشون پیوستیم. یعنی پسر من تقریبا از 3 سال و نیم تا 6 سالگی با من و پدر مادرم در ایران بود. به من بفرمایید هر دو چی خوندید، رشته و تحصیل و کارتون چیه؟ بله، من کارشناس مالی بودم در ایران، لیسانس حسابداری دارم. ایشون هم لیسانس کشاورزی هستند و مدیر فروش یک شرکتی در ایران بودن و الان که اینجا هستن در یک شرکت خیلی معمولی کار میکنن. خیلی زندگی عاشقانه ای داریم و همدیگر رو دوست داریم و الان یک مسئله ای که برامون پیش اومده اینه که من بعد از اینکه اومدیم اینجا یک سال و نیم بعد به فکر این افتادیم که آیا بچه دومی داشته باشیم یا نه. هنوز که هنوز به نتیجه نرسیدیم، یعنی هرچی فکر میکنیم به نتیجه نمیرسیم. پسرم هم حیثنش داره میره بالا و میخوام دیگه واقعا این پرونده رو، فایلش رو ببندیم، بتونیم یه تصمیم درستی بگیریم. خب به من بگید شرایط یک، زندگی اقتصادی و اقامتتون در اروپا چگونه است؟ ما الان در اروپا اقامت داریم و یک زندگی خیلی معمولی داریم، یعنی اینجا از صفر شروع کردیم ولی همسرم چون آدم پرتلاش و فعالیه تو این 5-6 سال تونستیم که یه زندگی نرمالی فراهم کنیم. و تصمیمتون اینه که تا برحال مدت‌ها در همون اروپا بمونید و اونجا زندگی کنید؟ بله بله، تصمیممون اینه که بمونیم. پسرم هم خیلی دوست داره که یک خواهر یا برادر داشته باشه ولی میگم چون الان دیگه 9 سالشه، یعنی برای 10-11 سالگی اون میشه بچه اگر ما حتی اقدام کنیم. و شما یه بار به یک خانمی فرمودین که با این تفاوت سنی انگار شما دو تا تک فرزند دارین و بله، من نه اون که کار درستی نیست است. یعنی به خاطر فرزندتون که اصلا رها کنید، برای که او در زمانی که نیست خواهر و برادر میخواد و او خواهر و برادر ایدئال خودش رو میخواد، ولی وقتی که نوزادی متولد بشه و یا همطور گفتید اون یکی 2 سالش باشه، 11-12 سالش باشه، فقط کسی است که مزاحمتی برای انتخابها و یا آزادی های هر سه شما فراهم میکنه و این چیزی نیست که پسرتون اصلا دوست داشته باشه یا باش راحت باشه. بعدم هیچ وقت خواهر برادر نمیشن. بله 40 سال بعد من هر دو میدونن خواهر و برادری دارن و احتمالاً هم میتونن اگر شرایط خوب باشه برای هم خوب باشه. ولی پسر شما فرزند تک تازه خودش هم مسئله داره، دومی هم تک خواهد بود، فقط با این تفاوت که بزرگی بالای سرشه که بیش از شما روش اثر میذاره. بنابراین اگر پرسشتون این است که ما به خاطر فرزندمون بچه دار بشیم، نه، خودتون هم تازه آمدید و نشون میدید که به هر حال مسائلی بوده که ناچار بودید این فاصله رو و این جدایی رو با همسرتون شما و فرزندتون داشته باشید و بعدم به هر حال مهاجرین تازه‌ای هستید که روابطتون خوبه. من سنتون اشکالی نداره ولی خیلی فکر نمی کنم، مگر اینکه شما بگید یک، ما هر دو خیلی دوست داریم الان بچه دار بشیم، امکانات و شرایطش رو هم کاملا داریم، از عهده حل موضوع و مسائل دو تا بچه تک هم با توجه به امکانات و آگاهی‌هایی که داریم در اروپا، با وجودی که فامیل و آشنایی به اون صورت که سابقه باش داشته باشیم نیست، برمیاییم و ضمناً خیلی هم دل خوشی از ایران و خانواده ها و بودن اونجا نداریم. هیچ کدوم از اینا به من پیام این رو نمیده
که شرایط خیلی مناسبه، فقط شاید کمی وقت اضافه دارید، پسرتون هم یه بازی در میاره، شما رو به فکر میاندازه. ولی اگر به من بگید این رو چند دوزه برای مخصوصا این فرزند، یعنی پسرتون و فرزند بعدی، برای اون دوتا مفید میبینید؟ نمیبینم. به من میگید خانواده ما چی میشه؟ میگم یه مقداری اون تعادل و توازنی رو که داره و یا اون به هر حال هارمونی که الان یه جوری به وجود آوردید، حالا هر اندازه سخت و مشکل، اون رو هم از دست میدید. امتیازی فرزند برای دوتایی اونا نداره، برای شما هم میتونه مسائل مشکلاتی به وجود بیاره. تازه هم آمدید اروپا، هنوز به هر حال به دلیل یه چالش هایی که توان حلش رو دارید براتون میتونه جالب و جاذب باشه، ولی بعد از یه مدتی احتمالا خیلی عادی تر و معمولی تر میشه. اینه که من اگه قرار باشه من رأیی بدم و نظری بدم، 70-30 نه هست. بله، من میخواستم همین نظر شما رو راجع به مزایا و معایب فرزند دوم با این اختلاف سنی بدونم، که پس شما میفرمایید معایبش بیشتره برای هر سن. دو تا بچه تک. آره، و بعدش هم آخه زندگی شما هم عزیز. ببینید، شما مثلا همسرتون 5 سال و نیم قبل آمدن اروپا، شما خودتون بعد از یه دو سال و نیم بهشون ملحق شدید، فرزند پسرتون با پدرش 2 سالی فاصله افتاده و نبوده و نداشته، حالا اومدید تو اروپا، پسر شما با یه مقدار چالش های محیط تازه و فرهنگ و زبان روبروست، یه مرتبه محیط نسبتا شناخته شده آرام خونه با حاملگی شما و نوزاد، اونم با این فرض که حاملگی راحتی داشته باشید بعد از 9 سال، بعدم با نوزادی که شاید موضوع و مسائلی داشته باشه، بعدم موانع و محدودیت هایی که برای کارتون و بودنتون با هم فراهم میکنه، در حقیقت همونطور که میدونید مثل یه زدن یه چرخ اضافه است به یه اتومبیلی که بالاخره فعلا شما تونستید با یه دونه چرخ پسرتون توازنی رو در او برقرار کنید. خیلی چیزها رو به هم میریزید، ولی به هر حال انتخاب شماست. اگر هر دو به هر دلیلی خیلی زیاد میخواید فرزند داشته باشید، میخواید فرزند داشته باشید، نه به خاطر پسر 9 سالتون، چون اون بعد از یه مدت کوتاهی بسیار پشیمون میشه از درخواستی که برای خواهر یا برادر کوچکترش داشته. بله، درست. من اشتباه فکر میکردم شاید سالهای اول اینطوری باشه و اختلاف سنیشون خیلی به چشم بیاد، بعد که اون بشه 20 ساله اون بشه 30 ساله خیلی به چشم نیاد. دو تا مثلا خب واقعا درسته. خب 20 تا 30 بله، ولی 15 و 3 نه، 14 و 2 یا 3 نه، میدونید اونجا مزاحمته و شما رو هم محدود میکنه. یعنی برای هر انتخاب جمعی شما باید یکی رو تا حدودی نادیده بگیرید، یا پسر کوچکتون یا دخترتون رو نادیده بگیرید یا پسرتون رو، چون اینا با هم همخوانی ندارن. در حقیقت مثل اینه که یکی داره میره دبستان، یکی دبیرستان، یا یکی دبستان میره یکی داره میره دانشگاه، چجوری میشه سر یک کلاس گذاشتشون؟ نه برای هم فایده ای نداره. میگم من با خودم مثلا بیشتر فکر میکردم ما توی یه کشور دیگه این بچه‌م تنها میمونه در آینده. آخه بازم میمونه. نه ببینید، نه صبر کنید، شما الان خودتون دوتایی پاشدید ایران رو ترک کردید، خانواده رو ترک کردید آمدید، و اصلا نه تنها احساس تنهایی ندارید، تقریبا با یه همچین حالتش میشه گفت مطمئنی، میگید بخوام اینجا بمونید. چرا فکر میکنید پسر شما قراره یه خواهر یا برادری از خودش مثلا 10 سال کوچکتر داشته باشه و براش تو زندگی فرقی بکنه؟ درست. یعنی میدونید این مثل اینه که شما من بگید من دوتا خاله دارم یا یه عمو دارم یا یه دایی دارم. خیلی خوب، اگه خوبن خب خوبن، ولی اگر خیلی فرقی نمی کنن بود و نبودشون چی؟ یعنی حالا چرا به اینجاست که ما افتخار نمی کنیم که من 3 تا عمو دارم، شما بگید من یه دونه دارم و حالا من فکر کنم که ببین من چقدر وزن بهتر از شما. یعنی اینا نقشی ندارن. فاصله ها از حدود 35 ماه به بعد، یعنی به 3 سال که میرسه،
مسئله آفرینه، ولی عمر شما بسیار زیاده، بعدم برای خودتونم مسئله است عزیز. شما 9 ساله که در حقیقت از حاملگی اولتون گذشته، بعدم اروپا براتون ساده نخواهد بود، از یه جهاتی حتما بهتره، ولی بعدم نوزاده، باز دوباره درگیری همه اون موارد و مسائلی رو پیدا میکنید که از شیرخوارگیشه، بعدن مهد کودکشه و بعدا ناچار وقت و انرژی که باید برای صرف کنید، ای بسا برای یه مدتی که ناچار شما رو از کارتون دور میکنه و خانه نشینتون میکنه، و بعدم همبازی برای پسرتون نخواهد. اسباب بازیش میتونه باشه، اونم کوتاه مدت بر، ولی همبازیش نه. درسته. ولی باز جمله بازم یه بار دیگه تکرار میکنم، شما من میگید که درست بودنش، مفید بودنش، من تو اون شک دارم. به من میگید دوست داریم، دلمون میخواد، من اون موقع کاملا حرفم منتفیست و کنار میره. به همجاست که انتخاب احساس و نظر شما. ولی وقتی بگید صلاح و مصلحت مخصوصا ما و بعدا پسرمون، من در اون اونقدر خیری نمیبینم. درسته. نه بیشتر من و پسرم علاقه نشون میدیم، همسرم که تقریبا حرفای شما رو میزنن و میگن الان فعلا ما تازه به یه آرامشی رسیدیم، تازه به یه شرایط خوبی داریم میرسیم، یه چیزی نباشه آرامشمون رو به هم بزنه. همسرم صحبتای شما رو تکرار میکنن و اینکه من فکر میکردم که چون همیشه شما با تک فرزند مشکل داریم، فکر میکردم که دوتا باز تو هر سنی هم باشه بهتر از تک فرزنده. نه ولی... نه 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 نیست حتماً. برای گفتم شما دو تا مشکله، یه ذره فاصله، این 4 سالش بود باز یه مسئله ای بود، خیلی زیاده. دوم، شما تازه اومدید اروپا عزیز. بله. یکی همی هم نشون میده شما مخصوصا اضافه وقت دارید، بنابراین فکر کردید بچه داری هم بدم نیست. برام یه چند جا بیبیایی رو دیدید خیلی خوشتون آمده، یه دفعه حوض کرد. آقای دکتر، چون من میخوام زبانم رو یه خورده تقویت کنم، گفتم تو اون بازه زمانی زمانم رو از دست دادم، مثلا این همزمان این کار بکنم که بعدش مثلا اگر که قرار برم سر کار دیگه مثلا این دوتا کار همزمان انجام شده باشه که اگر مثلا تصمیم میگرفتیم، یعنی... که میگم نظر شما، یعنی تاتی پاتی کردن رو یاد میگیرید از فرزندتون. نه خیلی با هم مرتبط نیست، تازه گرفتارتر میشید اونقدر وقت نمیکنید زبان بخونید. ای فکر کردید نوزاد میاد و شما با توجه به آگاهی و داشتن یه فرزند 9 ساله و تو اروپا وقت بیشتری پیدا میکنید که نیست هستید، اگه دنبال بهانه میگردید خونه بشینید، بله حق با شماست. نه اصلا من 15 سال کار کردم تو ایران، اصلا بهانه برای خونه بودن نیست، چون من اصلا عاشق کارم. خیلی خب، بنابراین اگر عاشق کارید، از کار یه بچه بیارید و زندگی رو ادامه بدید. حرف هاست که من عاشق کارم، من از دوستان وقتی میشنم متوجه میشم این لغت بدبخت عشق گرفتار چه چیزایی نشده، که عاشق پیتزاست، که عاشق نمیدونم خیاط شده، یکی هم عاشق کارشه. به هر حال عشق خیلی، نه خب مسلما با این که من کارم خیلی دوست دارم، خانواده‌ام در اولویت هستن، یعنی من پسرم که به یه سنی بود که دیدم به من نیاز داره واقعا نرفتم سر کار، خانواده‌ام در اولویت هست. ولی خب دیگه الان با این شرایط صحبت شما بله کاملا درسته که این تفاوت سنی ممکنه که آزاردهنده بشه برای هر سمون. در حال هر جور که دوست دارید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. زنده باشین آقای دکتر. من میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم کوتاه؟ حتما. سوال من این بود که در مورد بچه هایی که تک نیستن، من میبینم که مسئولیت پذیری بیشتری دارن. پسر من بچه خیلی باهوش و خوبیه، یعنی تو مدرسه خیلی خوب تونسته تو این 3 سال هم از نظر زبان هم از نظر درساش موفق بوده، نمره‌هاش هم همه 1 و 2، ولی من احساس میکنم هی باید یه سری کارها رو بهش یادآوری کنم و بگم. من سوالم از شما اینه که توصیه‌تون برای کم شدن آسیب‌های تک فرزندی چیه؟ نه آخه شما من بگید بحثتون، نه اون بحث دیگه، به من بگید چه مشکل و مسئله دارید، یعنی کجا رفتارش یا کاراش شما رو ناراحت و نگران میکنه، چی مثلا چه اگر میخوایم از خونه بریم بیرون لباساش هم براش آماده میکنم، هی باید بگم بپوش مامانی بپوش دیرمون شد، یا مثلا مدرسه میخواد بره یا خیلی ریلکس مثلا دنبال کاراش نیست، مثلا براش زیاد مهم نیست حالا دیر بشه نشه. نه نه یه سری اینجور کار. نه نه صاحب ببینید عزیز،
من همیشه این نکته رو عرض کردم و لطفا بهش توجه کنید که بدترین، یه ذره واژه رو تند به کار میبرم که اثر کنه، بدترین خیانت پدر و مادر اینه که بچه ها رو از کار بندازند. یعنی ما در دنیایی هستیم که اصلا میدونیم در حقیقت اون چالش و حرکت ما زندگی است، یا همون شعر معروف موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. بارها عرض کردم ما یه پرندهی در فضا و هواییم که اگر بالو پر نزنیم که خیلی راحته، زمین میخوریم از پا در میریم. معمولا فرزندی که در این کار رو میکنه، مثلا چون فرزند تک هم هست، به این نتیجه رسته که اتاقش یا تکلیف مدرسهش یا آماده شدنش یا لباس پوشتنش وظیفه مادرش. بله. یعنی شما عملا به خاطر اینکه این کارا رو براش انجام دادید، او رو از کار انداختید. به همین جهت که حتی من تو سی دی پرورش تعلیم تربیت بیان میکنم، بچهای 8 ماهه توان اینو دارن که کمکشون کنیم، کمی که جورابشون از فرض کنید که پاشون یا پاشنه پاشون فاصله گرفت، یه خودش بکشتش بیرون، یعنی خودش جورابشو در بیاره. بله. یعنی همه کارا رو خودش بکنه، هر اندازه ناقص، هر اندازه برخی از اوقات غلط، هر اندازه با آهستگی. اما روزی که ما پدر و مادری هستیم که کارا رو برای بچه ها میکنیم، بچه وقتی که تو مدرسه مثلا تکلیف مدرسه هوم ورکی بهش میدن، حرفش اینه که خب برای مادر من 2 ساعت کار در اومد، اصلا فکر نمیکنه هوم ورک اونه، برای که میدونه میاد خونه شما ازش احتمالاً میپرسید، او به شما میگه، بعد شما باید بیاریدش به زور بنشونیدش، بعد از این مدتی ول میکنه، دوباره باید بیان کنید، کمکش کنید بیاد، ای بسا یه ذرم مثلا کمکش میکنید، کار اون انجام میدید. حالا خدا رو شکر آقای دکتر ما تو تکالیف مشکلی نداریم. چرا؟ چون که ما اینو طوری ثبت نام کردیم به خاطر اینکه زبانش تقویت شه و تو خونه تنها نباشه، تا ساعت 4 بعد از ظهر مدرسه هست و تکالیفش رو اونجا انجام میده. یعنی تکالیفش ببینید شما بیاد بقیه. بسیار خوب، این اقدام و تصمیم درستی بوده، فقط امید من این است که اونا کاراشو انجام ندن. نه آخه برخی از وقت بچه‌ها میمونن چون ببینن بچه‌های دیگه هم دارن کار میکنن. برخی از وقت معلم‌ها میان کمکشون. یعنی باز بسیاری از معلم‌ها هم نقش مادری دارن، نقش پدری. نه اینجا مینویسن اگر مثلا یکی دو بار پیش اومد که نرسید تموم کنه، روی ورقه مینویسن برای ما یه چیزی دارن، پست تو اون پست برام میذارن که این یه مقدار از مثلا تکلیفش مونده. نه مهم نیست که تکلیفش رو خودش انتخاب میکنه انجام میده یا باز کمکش کنه. ببینید فرزند شما اونجا که میره، یا خودش این کارو میکنه، یا به خاطر اینکه بچه‌ها دارن این کار میکنن، که مثل کتابخونه است که شروع میکنه به خوندن، یا یه معلم یا سری بهش میزنه و ازش پرسش و سوالی میکنه، یا جای گیر کرده کمکش میکنه. عرض من این است که باید مواظب باشید اون کمکه نباشه، یعنی بگید تو اونجا هست. این مورد دوم، شما بیاید سراغ فرض کنید منزل خانه‌ای که دارید. شما حرفتون این است که ما سن و سالی است که میفهمه ساعت 7 باید از خونه بریم بیرون، مهمونیه و من و پدرت آماده ایم، 7 میریم. الانم 6:30، تو خودتو آماده کن، لباساتم بپوش بیا. دوم، من 5 دقیقه قبل از 7 میام اوضاع رو چک میکنم که مطمئن باشم تو آماده. حالا شما 5 دقیقه قبل از 7 اومدید حاضر نیست، بگید نمیدونم، میرسی برای تو میمونی، من و پدرت میریم. به همین سادگی. و برید. شما میتونید مثلا اگر تلفن داره یا چیزی داره که برگرده، ولی مطمئن باشید که بازی نمیکنه. اگر فکر برای تو امریکا بچه زیر 12 سال تنها نمیشه خونه گذاشت، خب اینجا ما نمیذاریم تنها. به همین جهت است که حرف این است که بسیار خوب، از حرف دیگری اگر تو حاضر نباشی پدر باید به موقع بره. متاسفانه من نمیتونم برم، من خونه فعلا میشینم ببینم بعدا چه میکنم، بابات باید بره. یعنی بهش این احساس بده تو این بازی رو نمیتونی سر ما در بیاری. حالا برخی از اوقات اصلا دلیلش این نیست، دلیلش این است که بچه کاری رو که میخواد بکنه و احساس امنیت و آرامش که تو خونه میکنه رو بیرون نمیتونه بکنه، یا اصلا نمیخواد بیاد بیرون، چون بیرون که آمد درگیر گفتگو با شما یا توی مهمونی با مهمونا یا انتظار توقعی که شما ازش دارید که نمیدونم چرا سلام کردی یا نکردی، با این بچه برو بازی کن یا نکن، یعنی هر چیز دیگری است. یعنی ای بسا نمیخواد بیاد. اونجا ما با یه مسئله دیگه روبرو هستیم، یعنی بچه‌ای که چون فرزند تکه
کم کم داره خودش رو از بقیه جدا میکنه. نه حالا آقای اگر دکتر، روابطش با بقیه خیلی خوبه، یعنی روابطون کاری با نه ببینید عزیز، بیاد شما به من بگید مشکلتون رو سب کنید. شما نمیتونید موضوع رو قسمت آخرش رو تغییر بدید. منم اگر بله. عرضم رو دقت کنید گفتم کم کم اینجوری میشه. بله. شما من بفرمایید چرا شما میشناسیدش، من بفرمایید چرا حاضر نمیشه به موقع با شما بیاد بیرون. این صحبت شما که کاملا درسته، چون تو خونه امنیت بیشتری داره و وسایل بازی بیشتری براش فراهمه، هرچی بخواد هست و احساس میکنه شاید بیرون نیست، ولی جایی که حتی تمایل به رفتنش هم داره، یعنی مثلا پیش دوستش که قرار داره برن با هم پارک بازی کنن، جاهایی که تمایل داره هم این اتفاق میفته. بهش میگم دیر شد، الان اونا منتظرن. نگید. حرف شما این است که ما قرار ساعت 11 بریم، اگه تا 11 حاضر شدی 5 دقیقه من دیر میرم و الان نمیریم. من آره چند بار من آقای دکتر این کارو کردم، یعنی بهش گفتم ببینم حاضر نیستی دیگه، بدون اینکه بهت بگم من به مامان دوستت پیام میدم که ما نمیایم. و جوابش و کارش چی بوده؟ میگه نه ماما میام من میخوام برم، دلم تنگ شده برای دوستم فلان. ولی مثلا باز با بیخیالی. نه نه با بیخیالی نمیشه دیگه. نه ببینید، شما به یک اعتبار اعلام میکنید ولی بعدا پاش نمیستید. بله. اشکال کار اینجاست. حالا خب بنابراین او هم یه فرضش اینه که این قصه رو مادرم بخوره، بعد پدر مادرم تندتر برند یا اون رو جای یه دروغی سرهم کنن به اونا بگن چرا دیر آمدند. نه ببینید تو این گونه من بله. کلاس مثلا موزیک داره، کلا کلاسش نیم ساعته. میگم پسرم اگر مثلا ما دیر برسیم تو از کلاس نیم ساعته قرار باشه یه رو بشم از دست بدی، دیگه فایده ای نداره. باشه باشه مامان، بعد به قول شما دیر میشه باید تندتر بریم، سریعتر چیز کنیم که نه برسیم. ببینید از آقا ببینید، شما یه کاری که دارید میکنید درست نیست. بانوی عزیزی مثل شما لطف کردن روی خط اومدن درباره بچه کوچکشون، گفتم من براش توضیح میدم صرف شما زدید. ما اگر کلاس تو فقط نیم ساعته، اگه دیر بریم 15 دقیقه از دست بدیم دیگه فایده نداره. گفتن جواب من چیه؟ گفتم زیمزام جام بلوم کریم تو. گفتم شما فهمیدید من چی گفتم؟ گفتم نه، گفتم بچه‌ام نمیفهمه. اصلا این استدلال برای بچه معنی نداره. یعنی شما دارید بهش میگید که شما ببینید یه فرض ذهنی دارید که فرزند شما یه بچه ایست، یعنی یه بزرگی است با ابعاد کوچک. از اصلا چنین نیست. شما به فرزندتون اولا او شاید اصلا حوصله موسیقی دلش بخواد بنوازه، دلش بخواد خیلی هم خوب باشه، ولی حوصله کلاس و معلم رو نداره، حوصله تمرین رو نداره. اونجا که بره فکر کنه ممکنه اشتباه کنه یا سرزنشش کنن، با اون راحت نیست. بعدم اصلا یه بچه ایست که کمی تنبلی و لخته، افتاده. وقتی بهش گید پاشو، طول میکشه پاشه. نه آقای دکتر، این همش داره بازی میکنه، اصلا نه یه ثانیه هم نمیشه. شما گوش نمیدید، از نظر روانی لخته. یعنی وقتی یه کاری داره میکنه نمیخواد جا به جا بشه. ای بسا اصلا ترجیح میده اینقدر دیر بره که 10 دقیقه باشه کلاس. درسته. حالا پس بنابراین پس چه استدلالیست که میکنیم ما نصفشو از دست بدیم؟ او تلش میگه انشالله 2/3 از دست بدیم. بله درسته. اصلا بریم خب بریم اونجا اصلا معلم نباشه، بگن کلاس تعطیله. خب اگر اینا خوشحالش میکنه، شما کیا داری تهدید میکنی؟ مثل من به شما بگم ببین اگر دیر بیای من یه $100 دیگه بهت میدم. خب شما میگید خب بده دیگه، چه بهتر، حتما دیر میام. نه ببینید، شما باید برای او پاداشی وقتی که کوشششو میکنه، کارشو میکنه، و مجازاتی وقتی نمیکنه قائل باشید، ولی پای اون مجازات محکم بیستید و از 10 بار حتی 1 بار هم نیاد که کوتاه بیایید. بله بله. شما اصلا فرضتون اینه که ساعت 11 باید برید کلاس موسیقی. حرفتون این است که ما باید 11 ربع کم دم در کلاس باشیم، تو ماشین میشینیم بعد میریم تو. بنابراین من اصلا 10 دقیقه میخوام 15 دقیقه زودتر بریم که مطمئن باشم سر ساعت میریم. و برای اینکه سر ساعت بریم 10 مثلا 45 دقیقه اونجا باشیم، چون 11 کلاسه، ما باید از خونه 10 را بیافتیم. ما سر ساعت 10 از خونه میریم بیرون و تو باید حاضر باشی. بله درست. بله. این بازیگوشیش خیلی زیاده، این بازیگوشیش اصلا دیگه کلافه کننده میشه. نه بازیگوشی نیست، بازیگوشی نیست عزیز. او حرفش این است که مادر من بذار قصتشو بخوره، ارثشو بخوره.
میدونی؟ بله شما تو درسته. تو بچه تک مسئله همینه. یه گرفتاری بچه تک یعنی که اونم یاد میگیره دو گونه عمل کنه، فرمانده و فرمان بردار. در مورد شما فرمان نمیبره، هر چی بهش میگید میگه نه، ولی اگر بذارتش با بچه هایی حتی همسنش میبینید همه رو داره رهبری میکنه. درسته. چرا؟ برای که اینو یاد گرفت. و همینجاست است که برخی از اوقات باید بذارید با بچه هایی که کمی کوچکترن و کمی بزرگترن، که این بس به هر حال بازی برابر با کمی فاصله رو تو بچه های کوچکتر و بزرگتر یاد بگیره و بنابراین تو جمع یه ذره بره گم بشه. یعنی به همین که فرزند شما، همیشه توصیه من این بوده که وقتی فرزند تک دارید تمام اوقات فراغتش رو بذارید با دوستانش باشه. برای بله، که ما اون هر چی تلاشمون بر همینه. بنابراین اون کمک بسیار میکنه. اما در مورد مواردی که به خودتون مربوطه، اگر موضوعی نیست، نه میخواید برید خونه خاله، حالا نیم ساعت دیر شد مهم نیست، ما بله داخل بله بریم همراه حاضرش. ولی وقتی که قراره بره مدرسه سر کلاسی، اونم توی جایی مثل اروپا که در این موارد سر ساعت بسیار حساسن و این بله نگاه رو ندارن، حرف این است که ما باید اینجا بریم بیرون، حتی نشونش میدید، حتی ساعت داره یا نداره، اگه داره بله به اون داره توجه کن. خیلی خوب میش بگید ساعت رو نگاه کن، اینجا که شد ما باید از خونه بریم بیرون. برای خود تو آماده کن و بعدم اگر شد حتی بذاریدش، حتی میتونیم بگید من نمیرم، یا مثلا نمیریم، یا من میرم بیرون اصلا قدم میذارم همین دم در هستم، برای که من ناراحتم که از خونه دور نشدید، اونم تو خونه مونده. و بعدم باش بحثی هم نکنید که ببین چه کردی، او بذارید خودش به این نتیجه برسه که من کاری که دارم میکنم دارم مادرم رو آزار میدم، اذیت کنم. به هر حال مواظب باشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر، لطف کردین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.